ایالات متحده میگوید که نگران اقدامات هسته ای ایران است. مشاور امنیت ملی آمریکا روز سهشنبه گفت که واشنگتن فعالیت‌های هسته‌ای تهران را از زمان خروج این کشور از مذاکره‌های احیای برجام تحت نظر دارد. جک سالیوان با این حال گفته بس. که بس. کاخ سفید همچنان معتقد است فرصتی برای حل و فصل دیپلماتیک اوزا وجود دارد این موزه گیری واشنگتن در حالی است که علی باقری کنی مذاکره کننده شده هسته ای ایران قصد دارد امروز در بروکسل با همتای خود در اتحادیه اروپا دیدار کند تهران میگوید که این گفتگو با انریکه مورا نماینده اتحادیه اروپا که مذاکرات میان ایران و سایر طرف‌های توافق و آمریکا را هماهنگ کند ادامه ی گفتگوهای ای است که دو هفته پیش در تهران برگزار شده بود. در واکنش ایالات متحده گفته گرچه از تعامل اتحادیه اروپا با ایران حمایت می کند اما مقصد نهایی تلاش ها برای احیای این توافق از سرگیری مذاکرات در وین است. اگر هدف ایران آنطور که خودشان میگویند بازگشت به برجامه باید تعامل داشته باشند باید در قالب گفتگوهای وین مشارکت کنند هیچ کس دیگری نمیتونه به سوالاتی که ایران میخواهد مطرح کند مانند تضمین ها و تحریم ها و مسائل مربوط به لغو تحریم ها پاسخ بده اینها مسائلی است که باید در وین با ایالات متحده بررسی بشه حداقل در قالب گفتگوهای غیر مستقیمی که در شش دور اول مذاکرات داشتیم این تحولات تازه پیرامون احیای برجام در حالی است که تنش‌های این کشور با آژانس افزایش یافته. تهران در حال گسترش غنیسازی های اورانیوم در تأسیسات نتنز است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران هفته گذشته از تغییراتی در سانتریفیوژهای خود خبر داده که این نهاد می‌گوید احتمالاً به ارتقای دانش ایران در فرآیند غنیسازی کمک خواهد کرد. انتشار گزارش آژانس درباره این فعالیت‌های هسته‌ای تازه ی ایران همزمان بود با نشست خبری رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران رابرت مالی گفته که فرصت بازگشت به برجام همیشگی نیست چون عاقبت پیشرفت هسته ای ایران از آن پیشی خواهد گرفت در همان روز رهبران روسیه و بریتانیا دو کشور عضو برجام هم درباره احیای این توافق تلفنی گفتگو کردند آنچه که میخایل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی میگوید این دو کشور بر سر آن اشتراک نظر دارند این یک موقعیت نادر است که دیدگاه های روسیه و بریتانیا عملا مطابقت دارند تلاش برای گسترش روی کرده های مشترک فراتر از برجام عاقلانه خواهد بود وضعیت فعلی غیرعادی به نظر می رسد. تجربه شخصی هم میگوید که بریتانیا و روسیه می توانند همکاری کنند ایالات متحده و اعضای اروپای برجام به ایران هشدار دادند که به مذاکره های احیای برجام بازگردد. اعضای این توافق و واشنگتن میگویند که برجام میتواند فعالیت های هسته ایران را مهار کند و جلوی دستیابی این کشور به سلاح هسته ای را بگیرد. اولین فرصت ممکن مذاکرات از سر گرفته می‌شود. ایران بیش از یک ماه است که وعده می دهد به زودی به مذاکرات غیر با ایالات متحده بر سر احیای برجام در وین باز می گردد. اما هنوز تاریخ مشخص نشد. کرده. دولت ابراهیم رئیسی خواستار لغو تحریم ها پیش از آغاز مذاکره های احیای برجام است. آنچه که طرف های مذاکره کننده می گویند باید در کنار توقف فعالیت های هسته یه مقایر با برجام ایران در وین بر سر آن تصمیم گیری شود. اما ابراهیم رئیسی هفته گذشته این خواسته واشنگتن و اعضای اروپای برجام را نشان از عدم توانایی آنها در تصمیم گیری دانسته بود. اونچه امریکا را و اروپایی ها رو گرفتار کرده اون عدم تصمیم گیری است تصمیم نمیگیرند. ما تصمیم گرفتیم تصمیم آن است که به تعهداتمون عمل کنیم تا کنون هم نسبت به تعهداتمون پایبند بودیم الان مشکل در طرف مقابل است که تصمیم نمیگیرد. در میانه چانه زنی های تهران با اتحادیه اروپا بر سر پیش شرط هایش پیش از مذاکره های وین جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته قصد دارد سیاست های این کشور را با شریکان اروپاییش برای تشکیل یک جبهه واحد در قبال ایران هماهنگ کند. ناز میرزا خلیلی رادیو فردا.